خداحافظی این دو نفر کاملا مثل سبک فوتبالشون متفاوت بود. رضا قوچان نژاد که مهمترین گل‌های دوران سرمربیگری آقای کیروش رو زده تو این 5-6 سال اخیر، بعد از این نیم فصل خوب توی هلند که 8 تا گل به ثمر رسوند، کاملا نیمکت نشین بود توی تیم ملی. یک سال اخیر تقریبا نیمکت نشین کامل بوده تو جام جهانی که اصلا یک دقیقه هم بازی نکرد و آخرین گلش رو 2 سال پیش زد و میشه گفت که با یه اعتراض مسالمت‌آمیز توی یه متن محترمانه از تیم ملی کنارگیری کرد که حالا با 30 سال سن همچین چیز غیر طبیعی هم نیست. ولی سردار آزمون تو کاملا شرایط متفاوتی که داشت، بعد از یه فصل ضعیفی که تو روسیه داشت کلا 5 تا گل زد تو بیش از 33 تا بازی، 270 دقیقه تو جام جهانی فیکس بازی کرد و از نظر مردم، حالا از کارشناسا، ضعیف‌ترین عمل کرده بین ملی پوشای ایران داشت و همیشه گفت که حالا مثلا به خاطر یعنی خودش اعلام کرده در اعتراض به اعتراض مردم، من تو تیم ملی دیگه بازی نمی کنم. که من به نظر من یه کار نمیخوام این لفظ رو به کار ببرم، ولی یه کار بچگانه و لوسیه این موضوع، میتونه تصور کنیم اینجوری باشه. در مورد آقای قوچان نژاد که من فکر میکنم به سرنوشت مهدی رحمتی و مجتبی جباریشون دچار بشه. اگر آقای کیروش، حالا میگم رئیس فدراسیون فوتبال، گفتن آقای کیروش تو جام ملت‌ها هست، آقای داوردنی هم گفتن هست، ولی خب آقای کیروش تکذیب میکنه. اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای کیروش تو جام ملت‌های آسیا باشه، من بعید میدونم رضا قوچان نژاد دیگه بتونه تیم ملی برگرده، چون شرایطش مثل شرایط رحمتی و جباری مونه. در اعتراض به نیمکت نشینی شاید بشه گفت خدافظی کرده، ولی خب سردار آزمون مهاجم محبوب آقای کیروش دو سال اخیر کاملا فیکس بوده و حتی همین قوچان نژاد و سردار آزمون نیمکت نشینی کرده و من فکر میکنم به خاطر رابطه خوبی که سردار آزمون با کیروش داره، ممکنه سردار آزمون تیم ملی برگرده و بازی کنه. ولی خب این قوچان نژاد کاملا بعید میدونم دیگه بتونه رنگ تیم ملی رو در زمان حضور آقای کیروش ببینه حداقل.